همین الان استفادهش کنم. آقا جان من میخواستم اولا بگم که اون کلمه مدنیت یا مدنیت در واقع یک معنای شهرنشینی و تمدن رو میده در مقابل صحرانشینی. این پس این معنی این کلمه. اما راجع به کوروش کبیر شما فرمودید که اصلا معلوم نیست که مذهبه چی بوده یا کی بوده یا چی و اینا. در تورات من وقتی که فیلم جشنهای 2500 ساله رو میساختم دو کوتیشن از تورات در این فیلم گذاشتم. یکی میگه که کوروش شبان من است و هر آنچه او کرده است خواست من بوده است. یعنی در واقع کوروش رو میشه یک پیغمبر تصور کرد. یک کوتشن دیگرش اینه که اصلا به کوروش خطاب میکنه، میگه که من آن روز کمر تو را گرفتم که من آن روز تو را به نام خواندم که خود را نشناخته بودی، من آن روز کمر تو را بستم که به دنیا نیامده بودی، من شاهان را به پای تو خواهم افکند. و خلاصه حالا من خیلی ربونم نیست چون داستان 30 سال پیشه، 40 سال پیشه و همه آنان و همه آنان را به طور کتاب به ذات فرنگانه را نمیخواست اینو من تو فیلم بذارم و میگه من شاهان را به پای تو خواهم افکند و همه آنان را چون پر کاهی از دم تیغ تو خواهم گذرم. این چیزیست که تو تورات اومده. یعنی در واقع ما نمیتونیم کوروش رو اینجوری دست کم بگیریم که بگیم که مذهبی نداشته یا خبری نداشته یا چیز فلان اینا. من البته ببین چون کوروش هم شهری شما بوده سعدی هم همشهری من بوده، حافظ هم همشهری من بوده، همشهری های شما کیا؟